شمار کشته شده ها در حمله اسرائیل به مواضع جمهوری اسلامی در ایران به 4 تن افزایش پیدا کرده که بیشتر هر 4 نفر عضو پدافند هوایی ارتش بودند. مشخص نیست این افراد در چه منطقه کشته شدند، چون جمهوری اسلامی جزئیاتی رو ارائه نداده. فقط این که روزنامه همشهری گزارش داده که حمزه جهانیان جهاندیده یکی از کشته شدگان در ماهشهر کشته شده. عذر میخوام. طبق تصاویری هم که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده به نظر میرسه، یعنی تایید میکنه که مواضع سپاه پاسداران به ویژه سایت های تولید موشک و پهپاد هدف قرار گرفتند. طبق این تصاویر کارخانه نوآوران صنعتی تکساس در شهرک صنعتی شمس‌آباد در جنوب تهران یکی از مواضع سپاه پاسداران بوده که در حمله های اسرائیل هدف قرار گرفته. چند سایت دیگر، سایت راداری از جمله در میان اونها در تهران، در جنوب غرب ایران، در خوزستان و حتی 2 سایت راداری در ایلام هم تایید شده که جزء اهداف حمله های اسرائیل بودند. با این حال گزارش هایی که منتشر شده تایید میکنه که حمله اسرائیل موثق بوده، اما با این حال مقامات جمهوری اسلامی ادعا میکنند که حمله اسرائیل ضعیف بوده و ناموفق بوده. در همین راستا هم رسانه های حکومتی حدود 1 ساعت پس از انجام حمله اسرائیل، یعنی دور اول حمله، کارزاری رو آغاز کردند که شرایط رو عادی نشون بودند. در هر شهری که گزارش‌ها از انفجار منتشر شده بود، ویدیوهایی رو از اون شهرها منتشر کردند که بگن اینطوری القا کنند که بگن اوضاع آرومه. وزارت خارجه جمهوری اسلامی بیانیه داده که گفته این حمله اسرائیل رو محکوم کرده و گفته که این حمله نقض حاکمیت ملی جمهوری اسلامی بوده. وزارت خارجه همچنین تایید کرده که حق دفاع از خود رو برای خودشون محفوظ میدونن. همونطور که خود اشاره کردی، سازمان‌های اطلاعاتی، نهادهای اطلاعاتی در برای جلوگیری از افزایش ارز در بازار از دخالت کرده اند. پروازهای فرودگاه‌های ایران که حدود 2 ساعت پس از دور اول حملات اسرائیل متوقف شده بود، ساعت 9 امروز دوباره به حالت عادی بازگشتن و پروازها دوباره از سر گرفته شدن. تسنیم وابسته به سپاه پاسداران ادعا کرده که اسرائیل از خارج از مرزهای جمهوری اسلامی حملات خودش رو انجام داده. تسنیم همچنین مدعی شده که هیچ کدوم از مراکز نظامی یا پالایشگاه در تهران هدف قرار نگرفتن. مدیران پالایشگاه تهران و همچنین پالایشگاه آبادان گفتند که این پالایشگاه هدف حملات اسرائیل نبودن. مرکز مبارزه با سازمان اطلاعات سپاه در خصوص فرستادن و ارسال اخبار برای شبکه‌های خارج از کشور به مردم رو تهدید کرده.